سلام من تا تو... دوستان بیام البته من دوست داشتم که این ویدیو رو یعنی میخواستم که این ویدیو رو همینجوری به صورت مونولوگ در قالب اولین ویدیوی رو به شما در صفحه در کانال یوتیوب هم مشتر... میگم منتشر کنم ولی کن احساس کردم که یکی میسختمه که میدونید سولو این رو برم گفتم که در قالب یک لایو انجام بدم و بعدا مثلا حالا یه سختم بود گفتم که بچه ها باشن بعدا من مثلا رو به دوربین های رو به شما دیگری رو اجرا میکنم نه لزوم من در قالب لایو خواستم یک مطلبی رو خدمتتون بگم من و همسرم در پنج مارچ سال 2009 با هم آشنا شدیم و الان به نه بخشید چی میگم پنج مارچ 2011 <laughs> نه پنج مارچ 2011 ما با هم آشنا شدیم و الان دوازده سال از این آشنایی میگذاریم رابطه بسیار بسیار قشنگ و زیبایی داشتیم و بسیار عاشقانه بسیار ارز کنم که خوب و زیبا دو تا فرزند داریم که همتون بچه های ما رو میشناسیم. نیوان دلوان و من واقعا ب... نی... نمیتونم خداوند رو به اندازه کافی شکر بکنم به خاطر وجود شبنم شاهروخی همسرم در زندگیم و به خاطر داشتن هدایایی که این رابطه در حقیقت در زندگی من هم به همراه آورده نیوان دلوان بالاخره هر رابطه‌ای باید خوب باشه باید عاشقانه باشه باید توش کلی اتفاقات خوب بیفته این انتظاری است که هر کسی از رابطه داره بنا به هر دلیلی ممکنه که گاهی اوقات روابط در یک جایی در یک مس در یک مقطعی از زمان ممکنه که مسیرش تغییر بکنه و دیگه به اون سمت و سویی که مردم دوست دارند یا دو نفری که دوست داشتن در حقیقت دو نفری که یا اعضای اون خانواده یا اون رابطه ممکنه پیش نره به اون سمتی که میخوان متاسفانه اتفاقی است که برای منو مامزی افتاده و ما اینکه واقعا چرا این اتفاق افتاد و چه دلیل داشته که خب مسائل زیادی توش قطعا بودن که اینها برمیگرده به مسائل خصوصی من و شبنم فقط و من فکر میکنم که کنجکاوی کردن در رابطه با اونها خیلی مسائل یعنی خیلی خیلی کار خوبی هم نباشه یعنی این حق رو باید به ما بدید که ما مسائل مثل هر آدم مثل هر دو نفر دیگری بالاخره در زندگیمون اتفاقاتی رو تجربه کردیم موضوعاتی رو که مثلا پیش آمده و کم کم ممکنه که به این منجر شده باشه که مثلا به این تصمیم رسیده باشیم الان این تصمیم البته تصمیم خیلی خیلی جدیدی نیست فقط بعد در نظر داشته باشیم که ما به یک بار وارد یک انقلاب شدیم انقلاب محسا و انقدر همه درگیر این مسئله بودیم همه درگیر مسئله انقلاب و پیشرفتنش و چه اتفاق قراره برای ایران بیفته و اینها و انقدر هم تلاش میکردن سایبری ها و این ورور که هی ایجاد بکنن و ما واقعا من و شبنم تصمیم گرفتیم که این مسئله رو عنوان نکنیم که هیچ حتی حاشیه در حت هر, هر میزان کمش گفتیم که هیچ هاشیه ایجاد نکنه حتی اگر مثلا صد نفرم میخواستن یه وقت مثلا بلاوز این من میدونم که دوستان خیلی زیادی هستن که به ما لطف دارن همیشه لطف داشتن و ما همیشه شاکر و قدردان این لطفشون هستیم و گفتم که حالا اگر بخوان و بعد آدم های خیلی زیادی هم هستن که اساسا مثلا کالم، کاملا برعکسش نه تنها به ما لطف ندارن که از ما اصلا خیلی خیلی هم بدشون میاد ما جامعه هیتر خیلی زیاد داریم چه بسا حتی مثلا شاید به همون میزان که که به ما لطف دارن و جریان این سایبری ها هم در شبکه های اجتماعی گفتم که یک وقت خدای نکرده مثلا بخوان حتی بتونن صد نفر آدم رو با این موضوع مثلا درگیر بکنن ما تصمیم گرفتیم که در یک زمان مناسب این رو اعلام بکنیم و وقتی یک مقداری از تب و تاب این قضایی خوابید من یعنی ما تصمیم گرفتیم که یک شب من اگر یادتون باشه در لایو اینستاگرام به دوستانی که اونجا بودن گفتم و یک شب هم که مامزی یک لایوی گذاشت که اون لایو در صفحه اینستاگرامش هست و میتونید ببینید یک توضیحاتی داد مفصل اینه که من فقط میخوام این مطلب رو بگم که جدایی بچه ها ممکنه پیش بیاد یعنی بنا به هزاران هزار دلیل ممکنه که دو نفر آدم دیگه نتونن دو حتی دو نفر آدم خوب دو نفر آدمی که حتی کماکان عاشق هم دیگه هستن احساسی برای همدیگه دارن ولی ممکنه که نتونن یک مسیر رو با هم ادامه بدن بنا به دلایل بسیار زیادی و در حال اینطور باید در نظر بگیریم من همیشه این گونه نگاه میکنم که ما مدام در حال تغییریم مدام در حال بزرگ شدنیم ما همش در حال بزرگ شدنیم یعنی we grow up all the time و دو نفر آدمی که تصمیم میگیرن که با هم وارد یک رابطه بشن وارد یک زندگی مشترک و یک رابطه مشترک بشن دیگه از اونجا به بعد با هم بزرگ میشن در کنار هم دیگه بزرگ میشن they grow up together به قول مثلا آمریکایی ها انگلیسی ها و گاهی اوقات اگر بین این دو نفر بنا به هر دلیلی یک مقداری فاصله بیفته که حالا در زمان در, در, در رابطه با من و شبنم باید این رو در نظر بگیریم که میدونید زندگی ما رو که وزارت اطلاعات یک روزی آمد و ما رو برداشت و برد و سوال و جواب و, و بعدم ما رو وارد یک داستان کردن و بعدم برای مای پرونده سازی کردن و به جرم تبلیغ علیه نظام و اشاعه فساد و فحشار و تولید محتوای مستهجن و نمیدونم ترویج بیبندوباری و فساد و از این حرفا ما رو دادگاهی کردن و ما هم با وکلامون که صحبت کردیم متوجه شدیم که داستان یک مقدار جدیه و مجبور شدیم که کشور رو شبانه ترک کردیم ما همه چیزی که در اون زمان در ایران در اون مدت زمان که در ایران بودیم کار کرده بودیم رو از دست دادیم همه چیز رو اگرچه من همیشه تلاش کردم شبنم تلاش کردیم که این گونه عنوان بکنیم که نه ما زندگیمون سر جاشه و همه چی هست و بیزنس رو داریم و همه چیز داره میچرخه که حداقل بتونیم مثلا چیز بکنیم حداقل بتونیم مثلا تبلیغ بگیریم از مردم میدونید نگیم به کسی تا قبل از اینکه چون به کسی هم نگفته بودیم که ما دادگاهی شدیم دیگه اینه که هر تلاش کردیم متاسفانه نشد که نشد و دیگه ما تقریبا هر چیزی که در دا ایران داشتیم رو از دست دادیم و بعد بچه هامون خیلی در فشار بودن نیوان دلوان بسیار بسیار در فشار بودن شما فکرشو بکنید که میگن که بچه ها وقتی کوچیکن مثلا اسباب کشی نکنید تغییر مکان ندین اینا به یک بار شما فکر میکنید که ما دو تا بچه گرفتیم دستمون با هفتش تا چند میدون از کشور شبانه زدیم بیرون حتی اومدنمون هم میتونید که حالا خیلی مثلا حتی نمیدونستیم ممرو خروش هستیم نیستیم خیلی به سختی و اینا با استرس و بعد یک مرتبه بچه هامون دوچار استرس شدن مثلا صبح بلند شدن و بعد میگن کجا داریم میریم میریم یه جایی کجا میریم میریم, میریم یه جایی بعد مهد کودکم چی شد این چی شد اتاق سرده چی شد اتاق بزرگه چی شد نمیدونم اسباب بازیام ماشینام ماشین نمیدونم مامان پریسا مادر پدر خاله عمه خلاصه و بعدم داستان های دیگری که برای ما ساختن نمیدونم این اون, اون خانم توی اون شبکه تلویزیون اون آقا توی اون نمیدونم شبکه خبری اون یکی آقای به اصطلاح خبرنگار اونجا و اون یکی اینو نمیدونم این حرفا و حواشی و, و بعد مردمی که به ما تاختن و میتاختن و نمیدونم از هر جایی که شما فکر بکنید از اینکه این نمیدونم قهرمان نبوده دروغ میگه و نمیدونم آقا زاد دست و بچه ها بوده و نمیدونم دزدی کرده و نمیدونم میروی نفوذی جمهوری اسلامی بوده و نمیدونم خیلی پول مردم بود از این حرفا و حرفا و مردم هی دامن زدن دامن زدن و واقعا در یک زمانی من همسرم در شرایط روحی بسیار, بسیار 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 بدی بودیم و شرایط مالی بسیار سختی هم داشتیم و اینها بالاخره موضوعاتی است که شاید شاید به این مطلب کمک کرد که بالاخره شاید مثلا بین ما یک اختلاف مثلا یه مقداری از هم دور شدیم و در این تغییر we grow apart یعنی ما بزرگ شدیم ولی دیگه شاید با هم بزرگ نشدیم نمیدونم اینها ممکن موضوعاتی باشه و نباشه ولی در هر حال آنچه که قدر مسلمه ما به این نتیجه رسیدیم که با توجه به این شرایطی که در حال حاضر داریم یعنی این دو نفر آدمی که در حال حاضر هستیم و جمعی شرایطمون که در هر حال الان توش هستیم ما نمیتونیم با هم ادامه بدیم مطلب خیلی مطلب ریسنت و جدیدی نیست یک،, یک مدتی از هم یه مقداری فاصله گرفتیم و دور شدیم و بعد یک بار دیگه تلاش کردیم که دوباره مثلا از اول شروع بکنیم و دوباره شروع کردیم و بعد دیدیم که نه این عملا شدنی نیست خب مثل هر زندگی دیگری که ممکنه به دوراهی جدایی هم برسه که البته امیدوارم که اتفاق در هیچ رابطه ای نیفته ولی کن در خیلی از رابطه ها ممکنه بیفته اینجوری بهتون بگم که اگر هر رابطه ای در جایی شروع میشه قصد و دلیل این نیست که حتما در جای این رابطه به جدایی برسه نه همه رابطه رو معمولا وقتی شروع میکنن فکر میکنن که واو این رابطه رو دنبال میکنن با مثلا عشق و پشن و مثلا تمام انرژی و این حرفا ولی کن ممکنه که متاسفانه حالا بنا به هر دلیلی مشکلاتی پیش بیاد و دقیقا اتفاقاتی مثلا برای ما افتاد و ما به این نتیجه رسیدیم که ما نمیتونیم با هم زندگی بکنیم ولی این رو باید در نظر بگیرید که من و شبنم دوازده سال با هم زندگی مشترک داشتیم و انقدر عشق و علاقه بین ما بوده و عشق انقدر برای من و شبنم همسرم مقدسه و قابل احترامه و روابطی که ما با این رابطه ای که ما در این مدت داشتیم و خاطراتی که ما با هم داشتیم و از همه اونها مهمتر دو تا فرزندی که ما داریم یعنی نیوان دلوان در هر حال همیشه ما یک خانواده خواهیم بود یعنی هر اتفاقی که بیفته ما این این, این خانواده معین حالا معین فامیلی به این کیفیت همیشه در جریان خواهد بود حتی حتی اگر مثلا در زمانی شبنم ازدواج بکنه من حتی ازدواج بکنم که مثلا حداقل من میدونم که محتمل نیست که ازدواج بکنم ولی مثلا میگم حتی در این شرایط هم باز این خانواده وجود خواهد داشت به خاطر اینکه من و شبنم پدر و مادر نیوان و دلوانیم و نیوان دلوان حق دارن که هم پدر داشته باشن هم مادر داشته باشن و هم خاله و عمه و عمو میدونم مادر بزرگ و پدر بزرگ و قطعا ما اینها رو از اونها نخواهیم گرفت و حالا اگر هم ما بنا به هر دلیلی احساس کردیم که ادامه راه برامون میسر نیست دلیل واقعا نداشتیم که بمونیم و با هم بجنگیم این که یعنی هی بیفتیم به اینکه حالا امتحان بکنیم و تلاش بکنیم و همدیگه رو داغون بکنیم و لات و پار بکنیم و بیفتیم به جون همدیگه و بعد مبارزه با هم بکنیم و وکیل بگیریم و راستش بهتون بگم میدونید که ما اصلا به ب... ما هیچ اعتقادی به خطبه عقد و مثلا یا حالا خطبه عقدی موضوع مثلا میتونه مثلا سنتی باشه ولی مثلا ما هیچ اعتقادی به نوشتن یک قرارداد نداشتیم شبنم و من در همون ابتدا حق طلاق شبنم داشت یعنی جز شرایط زندگی و ازدواجمون از قبل از اینکه ما با ازدواج بکنیم شرط من این بود که حتما شبنم باید حق طلاق داشته باشه و شرط شبنم این بود که شبنم اصلا هیچ مهریه ای نمیخواست و ما حتی مراسم عروسی هم نگرفتیم که هیچ ما حتی با هم رفتیم زیر یک زیر یک سخت زندگی کردیم و سه سال اول زندگیمون که به همه گفته بودیم که ازدواج کردیم مثلا ازدواج هم نکرده بودیم یعنی ما یک ازدواج سفید داشتیم با هم زیر یک سقف زندگی میکردیم فقط برای اینکه بتونیم خونه اجاره بکنیم و با هم باشیم گفته بودیم که آقا ما با هم ازدواج کردیم که مردم مثلا بهمون خونه اجاره بدن گیر بهمون ندن کمیته نگیرم اون چه می‌دونن مثلا این حرفا و بعد زمانی که ما تصمیم به بچه دار شدن یعنی قصد داشتیم که نیوان رو بیاریم یه یعنی یادمون افتاد که اصلا ما ازدواج یعنی ما فقط و فقط به خاطر اینکه در ایران بدون ازدواج سخت بود بچه آوردن ازدواج کردیم ولی حتی شاید هیچ وقت اون برگه ازدواج رو هم ازدواج نمی... نمی کردیم چون مثلا اعتقادی به این قراردادهای نوشتاری نداریم یعنی من با تمام وجودم به همسرم همیشه فیتفول بودم و مطمئنم که شب هم به من فیتفول بوده و ما هیچ نیازی نداشتیم که در جای دیگری به دنبال مثلا چه می‌دونم معشوقی باشیم یا حالا یک رابطه عاطفی دیگری یعنی ما کاملا فکر می‌کنم که برای هم دیگه کافی بودیم و همین همین قولی که منو شبنم به هم دادیم برای ما کافی بود و کفایت میکرد فقط دیدیم که خب برای بشدار شدن نیازمند اینیم که اگر اگر ما آلمان زندگی میکردیم قطعا شاید تا الان ازدواج انجام نکرده شاید نکرده بودیم کرده بودیم نمیدونم احتمالا نکرده بودیم در حال و رفتیم اون موضوع رو امضا کردیم که بتونیم بشدار بشیم بعد حالا زمانی هم که احساس کردیم که دیگه نمیتونیم با هم زندگی بکنیم خب اینو باید در نظر بگیرید که آقا دو نفر آدم مجبور نیستن در کنار هم وقتی نمیتونن زندگی بکنن وقتی دیگه خوشحال نیستن اجباری وجود نداره که انسان ها بمونن همدیگر رو لط و پار بکنن به هم آسیب بزنن هم دیگر رو پاره بکنن روح همدیگر رو از هم بگیرن میدونید بیفتن به جنگ و دعوا و فامیل و وسط بکشن و وکیل و این حرفها و ما خیلی منطقی با هم صحبت کردیم و تلاش کردیم و دیدیم نمیشه و به این نتیجه رسیدیم آنچه که مهمه هارمونی خانواده ماست که اصلا نباید به هم بخوره نیوان و دلوان هنوز نشون کمه هنوز از این جریان اطلاعی ندارن و من کماکان در همین خونه دارم زندگی میکنم قصد اینم که یک خونه دیگه برای خودم بگیرم و برم رو هم حقیقتش رو بهتون میگم دارم ولی الان شرایطش رو نداریم یعنی جمعی شرایط به گونه است که تصمیم گرفتیم که فعلا من و شبنم توی همین خونه باشیم کم کم بچه ها رو هم با این مطلب آشنا می کنیم فعلا این رو نمیتونیم براشون توضیح بدیم به لحاظ اینکه اگر من الان به نیوان و شبنم مثلا به نیوان دلوان بگیم که آقا من و مامزی دیگه زن و شوهر نیستیم ولی خب توی یک خونه ای هستیم بچه ها که عمق روابط آدم ها رو به این کیفیت هنوز نمیشناسند و این باعث سردرگمیشون بیشتر میشه ما کم و و نعنا براشون هستیم که همیشه خواهیم بود ولی به همون کیفیت قبل تا اینکه این امکان وجود داشته باشه و میسر باشه و من مثلا جدا بشم و بعد برای بچه ها قطعا توضیح میدیم که دیگه نانا شما رو دوست دارن پدر و مادر شما هستن ولی دیگه در کنار هم نیستن قطعا یک شرایط اپتیمال برای بچه ها نخواهد بود ولی این شرایط رو باور کنید باور کنید بچه ها. این شرایط بسیار بسیار بهتر از این خواهد بود که اونا شاهد پدر و مادری باشند که مدام با هم دعوا میکنن مدام با هم دعوا دارن و جنگ دارن یا شاید پدر و مادری باشن که هیچ تبادل معاشقه و عاشقانه ای به اون کیفیت ندارن و اینها آموزش هایی است که بچه ها باید در یک خانواده ببینن و به وقتش این رو باشون ما میون میذاریم مطمئنم که بچه ها این موضوع رو هم درک میکنن و باز هم خوشحال خواهند بود به خاطر اینکه تمام آنچه که پدر و مادرشون بهشون ارائه میدادن رو کماکان خواهند داشت شب مادرشون خواهد بود و من پدرشون خواهم بود و ما با هم هنوز بیرون خواهیم رفت به عنوان یک خان... یعنی این خانواده خانواده میمونه فقط به این کیفیت که پدر و مادرش دیگه با هم زندگی نمی کنن یا زن و شوهر نیستن درک یعنی انتظار ندارم که حتما این موضوع مثلا همه درک بکنن یا مثلا باش موافق باشن اهمیتی هم نداره اون چیز که مهمه من و شبنمیم و بچه هامون که مطمئنم که از وقتی برمیاییم میتونیم این موضوع رو با هم حل بکنیم و اینم خواهش میکنم ازتون که به دنبال این که مثلا حالا چه اتفاقی افتاده و مقصر کی بوده و نمیدونم من انقدر هنوز هیچی نشده از این شایعات از این گاسپا من دیدم که آی نمیدونم پیکاسو گی شده یا پیکاسو رفته خیانت کرده یا شبنم رفته خیانت کرده یا نمیدونم موضوع چی چی بوده یا اینا دنبال فالوور میگردن نمیدونم دارن دروغ میگن یا هر هر نوع کنجکاوی در زندگی ما من فکر میکنم که خارج از مروت و انسانیت و خارج از اخلاقه و خواهش میکنم که کسانی که در این رابطه کنجکاوی دارن put your manners back in yourself دوباره مثلا برگردید به اخلاقیاتتون یک ذره جمع جورش بکنید و اینو در نظر بگیرید که ما دو آدم بزرگیم بنا به هر دلیلی دیگه این تصمیم رو گرفتیم و نهایت انتظاری که از شما داریم اینه که به این تصمیم احترام بذارید و با کنجکاوی های بیمورد یا قضاوت های بیمورد و پرداختن به این موضوع با توجه به اینکه ما دو تا بچه داریم و با توجه به اینکه سلامت روان بچه های ما مهمترین اولویت زندگی است برای ما خواهش میکنم که به این مطلب نپردازین نمیدونم بحث و شایعه و حاشیه ایجاد نکنین انقلاب محصا هم کماکان در جریان و ما نیاز بی نیازی به حاشیه نداریم حتی در حد در یک حد مینیمال اینکه چرا اتفاق افتاد مهم نیست اینکه چقدر ناراحت کننده و غم و بعد که این اتفاق افتاد کاملا با شما موافقم و ای کاش راهی بود ای کاش ما کماکان ای کاش هنوز راهی باشه و بتونیم یک زمانی چه میدونم حتی اگر مثلا دوباره منو شبرم بتونیم این 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 رو هم ولی در حال حاضر من میدونم که شرایطش نیست شب میدونه یعنی ما در حال حاضر اون آدمایی نیستیم که بتونیم در کنار هم یک زندگی مثلا موفق و فروتفولی به عنوان زن شوهر در کنار هم داشته باشیم و این رو این رو هم در نظر داشته باشید که جدایی اینطوری هم میتونه باشه یعنی اینکه لزوما جدایی نباید باعث بشه که دوستی ها از بین بره عشق از بین بره حالا عشق نه به اون کیفیت عاشق و معشوق به اون نحوه ولی کن کماکان شبنم بزرگترین عشق در زندگی من بوده و هست و همیشه من عاشق شبنم بودم و هستم و خواهم بود و کاملا من علاقه دارم به شبنم حتی اینکه نمیتونم باش زندگی بکنم و احترام دارم براش بسیار زیاد به عنوان مادر هام و همسر سابقم و شاید شاید به نوعی نزدیکترین و بهترین دوستی که در زندگیم داشتم و این دوستی رو سعی میکنم به هر جور کیفیتی که شده ادامه بدم شبنم امیدوارم و فکر میکنم که همین کار رو در قبال من بکنه و من قطعا آرزو میه اینه که شبنم در زندگیش خوشبخت باشه یعنی اگر شبنم یک زمانی چون وارد یک رابطه ای بخواد بشه قطعا این حق رو داره و باید این اتفاق اگر میخواد بیفته و اگرچه ممکنه این یعنی که اصلا آیا این تحملش برای من سخته یا نیست یا هر موضوعی که هست irrelevantه یعنی موضوع اینه که اگر دو نفر آدم دیگه با هم نیستن پس حق دارن که برن و با هر کس دیگه ای که میخوان آشنا بشن زندگیشون زندگی در جریان ادامه داشته باشه و هیچ چیزی غیر از این هم نیست میدونید اینه که من واقعا آرزو میکنم که شبنم خوشحال باشه خوشبخت باشه در زندگیش هر اتفاقی که قرار بیفته فقط ما جفتمون مطمئنم که سعی میکنیم که بچه هامون رو در اولویت اول قرار بدیم که مثلا سیج روانی بچه هامون به هم نخوره و زندگی در جریان زندگی کمکان کم ادامه داره اینه که حالا ما هنوز طلاق کاغذی نگرفتیم حالا اصلا آیا الان بگیریم نگیریم اصلا هرگز بگیریم یا نگیریم اینا هم نمیدونم حقیقتش یعنی ما همون جوری که به ازدواج خیلی اعتقادی نداشتیم به لحاظ نوشتاریش به طلاق هم به لحاظ نوشتاریش خیلی اعتقادی نداریم صرفا یک قراردادی است که دولت از ما گرفته برای اینکه حق و حقوقی ما از هم ضایع نکنیم که خب ما هرگز این قصد رو نداریم یعنی من شبنم در طول این زندگی مشترک هرگز مال من مال تو کی در خونه هزینه میکنه کی, کی درآمدش بیشتره کی کمتره کی از کجا میاره هرگز نداشتیم و کماکان هم نخواهیم داشت تمام زندگی من متعلق به و بچه هم هر آنچه که دارم و ندارم و عرض کنم به حضورتون که هیچ وقت این اختلافات برای ما به وجود نخواهد اومد ما اصلا بحث مهریه و این حرفا رو میشخ با هم نداشتیم و ما آنگونه رفتار میکنیم که بهترین برای خانواده همون باشه برای بچه همون باشه اه و اینه که حالا اگر هم یک زمانی ببینیم که طلاق گرفتن مثلا میتونه یک کنوم از ما رو کمک بکنه در یک مسئله یا چیزی مثلا خب اون کار رو میتونیم انجام میدیم حالا یک زمانی ولی فعلا به صورت رسمی این کار رو انجام ندادیم کسا میگم هیچ تفاوتی هم نمیکنه در کل ماجرا و این رو فقط خواستم بهتون بگم که زندگی مشترک یا یک رابطه یک حرمت و احترامی داره پر از خاطرات خوبه قطعا خاطرات بدی هم توش بوده که کار به جدایی ممکن رسیده باشه ولیکن اون خاطرات مشترک زیبا و قشنگ رو آدم باید مقتنم و محترم بشماره و قبل از اینکه کار به اونجا برسه که رابطه ترش بشه رابطه تلخ بشه رابطه سمی بشه من فکر میکنم که آدم باید درک بکنه و اگر میتونه از کسی از مشاوری از یک آدم حرفه‌ای کمک بگیره در رفع و برطرف کردنش و اگرم ببینه که شدنی نیست خیلی مسالمت آمیز یعنی من فکر میکنم که ما نیازی نداره که به صورت هم چنگ بزنیم روی هم دیگر رو و روح هم دیگر رو بیازاریم و میتونیم خیلی راحت از در کنار هم دوستانه مسالمت آمیز از هم جدا بشیم اینقدرم نهید برای من بگیدم دکتر فلانی گفته رابطه اینجوری دیدم فلانی اونو اینجوری فلان روانشناس زرد این چیزو گفته و این حرفا اینها رو هم خواهش میکنم که نه بهشون اهمیت بدین نه, من رو و شبنم رو با این موضوعات آزار بدین ما در حال دوتا آدم بزرگیم راه زندگیم رو میشناسیم میدونیم به این کیفیت داریم ادامه میدیم و در نهایت هم از این خواهش میکنم که دوست ما باشید در کنار ما باشید مثل همیشه و تمام این سالها که در کنار ما بودیم و واقعا هم من هم شبنم قدردان این موقعیت و این لطفی که همیشه به ما داشتین و کماکان احتمالا خواهید داشت بودیم و هستیم اگر بچه های ما رو در جایی دیدید خواهش میکنم اصلا با نیوان دلوان در این رابطه صحبت نکنید این که خب خیلی معقول و واضحه دیگه و همین حالا ما فعلا هستیم به این کیفیت این هم دیگه تمام آن چیز که قرار بود که در رابطه با من و اون جدایی منو و بدونید بدونیم شرایط ما در حال حاضر به این کیفیته اگر تغییری در این شرایط هم به وجود بیاد که خب ما زندگیمون خیلی از شما چیزی پنهان نداریم در نهایت اون رو هم بهتون بازگو میکنیم یک زمانی یک موضوعی یعنی هر وقت که فرصتی شد یعنی هر وقت اتفاق جدیدی افتاد و دیولپمنتی بود اگر لازم بود شما هم در جریان قرار میگیرید به اون میزان که باید بدونید همین آقا دمتون بسیار بسیار گرم خیلی متشکرم از لطفی که به ما دارین این را من سیف میکنم که باشه و یه بار دیگه میگم جدایی در هر رابطه‌ای ممکنه به وجود بیاد برای قطعا جدایی آخر راه نیست چه بسا گاهی اوقات گاه جدایی باعث میشه که ما بزرگتر بشیم باعث میشه که ما تجربیات بیشتری در این زندگی کسب بکنیم انسان بهتری بشیم انسان کاملتری بشیم و یک بخشی در اولوشن و سیر تکامل در زندگی انسان ها میتونه باشه نه اینکه لزوما هر کسی باید به این مسئله برسه ولی که این هم میتونه یک قسمتی باشه اینو در نظر بگیرید که همه انسان ها روابط بسیار زیادی رو پشت سر گذاشتن یعنی هیچ آدمی فکر نمی کنن باشه در دنیا که بگه من فقط یک رابطه داشتم این رابطه رو شروع کردم و بعد ادامه دادم و تا آخر عمرم باش رفتم یعنی انسان ها حتی قبل از دیگه ازدواج میکنن مطمئنا رابطه‌های های متفاوتی رو امتحان کردن و خیلی از این رابطه‌ها ها به نتیجه نرسیده دیگه در حال این رو باید بدونید که جدایی هم یک بخشی از این مرحله است که ممکنه بعضی اوقات متاسفانه سر راه قرار بگیره باهاش رو, رو بشیم اینکه ما چجوری این رو امبریس بکنیم چجوری باش کنار بیایم چجوری در آغوش بگیریمش این مسئله یه که من فکر میکنم که باید بهش توجه کنیم و ما که تلاشمون رو کردیم و فکر میکنم که داریم تلاش میکنیم و بهشان توجه کردیم و میکنیم همین آقا دمیتون بسیار گرم من اینجا این لایو رو تمام میکنم و سیوش میکنم ولی دوباره میام که بتونیم لایو افتر پارتیمون رو ادامه بدیم فقط این رو من میگم برای این گذاشتم سپاسگزارم این شما و اینم اولین برنامه رو به شما در کانال یوتیوب من اونم با مهمترین اتفاقی که در زندگی من افتاده و اونم داستان جداییم از عشق زندگیم شبنم